ویدیوی تلستوری که وقتی ببینیدش 7 روز بعد جونتون رو از دست میدید. گلاسیا سلام. امروز براتون یکی از سلاطین سبک وحشت سینما رو آوردم. فیلمی به اسم حلقه محصول سال 2002. فیلم رینگ ساخته ژاپن بود ولی سال 2002 نسخه آمریکایی ساخته شده، نمره 7.1 آی ام دی بی هم گرفت که خیلی توی این سبک خوبه. قبل دیدن فیلمم میخوام یه کانال خفن بهتون معرفی کنم، کلبه وحشت فلاروس. توی این کانال کلا داستان‌های ترسناک قرار میگیره که وقتی ببینیدش واقعا مو به تنتون سیخ می‌کنه و خوراک اینه که قبل خواب گوش کنید، شب کابوس ببینید. اگه دوست داشتید حتما به کانالشون یه سر بزنید. آخر ویدیو هم میخوام چند تا فیلماشو بهتون معرفی کنم. بریم خلاصه فیلم رینگو ببینیم. حواستون باشه کامل صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم دو تا دختر در حال صحبت در مورد یه ویدیو می‌بینیم که شایعه شده هر کی ببینتش می‌میره. یکیشون میگه من قبلا دیدمش و یه دفعه نفسش میگیره و میفته. اما خب یه شوخی و با همین کارا شبشون رو میگذرونن. یه دفعه تلفن خونه زنگ می‌خوره و دخترو میترسن، اما پشت تلفن فقط مادر یکیشونه. وسط تلفن حرف زدن تلویزیون اتاق روشن میشه و بی‌توجه خاموشش می‌کنه. اما خب باز روشن میشه و این دختر بیشتر میترسه و ابر میکشتش. اتفاقای عجیب‌تری شروع میشن و در یخچال هم باز میشه. با آرومی میره دنبال دوستش و طبقه بالا از زیر در اتاق کلی آب بیرون زره. همین که بازش میکنه تلویزیون اتاق روشن و تصویری از یه چاه داره نشون میده. دختر جیغ میکشه و چهرهش به شکل وحشتناک انگار آب میشه. سکانس بعد پسر بچه‌ای رو به نام ایدن میبینیم. مادرش ریچل میاد مدرسه دنبالش و معلم هم باهاش صحبت میکنه. گویا ایدن یه سری نقاشی عجیب کشیده و این کارش از چند روز قبل که مرگ دختر خالش بوده شروع شده و خیلی دو تا با هم نزدیک بودن. ریچل هم قول میده بیشتر حواسش به ایدن باشه و شب موقع خواب سعی میکنه بهش بفهمونه که همیشه کنارشه. ایدن میپرسه ما کی میمیریم و ریچل میگه هیچکی نمیدونه کی میمیره. اما ایدن میگه دختر خالم کیتی میدونست. روز بعد ریچل به خونه خواهرش میره تا تو مراسم سوگواری کیتی صحبت کنه و میفهمیم همون دختر اول فیلم دختر خاله ایدنه. وسط مراسم خواهر ریچل ازش میپرسه از اونجایی که تو شغلت روزنامه‌نگاریه پل لطفاً پیگیریشو بفهم که چرا دختر من مرده. میگن یهو قلبش وایساده ولی خب هیچ مشکلی عقب نداشته. ریچل هم شروع میکنه پرسجو و از دوستای کیتی میپرسه که شب کجا بودن و میفهمن که یه دوست دیگه هم باهاشون بوده و از اون موقع دیوونه شده و الان تیمارستانه. موادی هم مصرف نمیکردن که این اتفاق به خاطرش باشه. یکی دیگه از دوستاش به ریچل میگه کیتی و دوستاش یه ویدیو رو با هم دیده بودن توی سفری که رفتن. از اون موقع هم همه اتفاقای عجیبشون شروع شده. حتی دوست پسر کیتی هم همون روز بوده که جونش رو از دست داده، دقیقاً همون لحظه. ایدن میبینیم که تنهایی میره طبقه بالا و تو اتاق کیتیه. جلوی تلویزیون وامیسته و حرکت عجیبی رو پشتش حس میکنه. ریچل هم میاد بالا و سعی میکنه پسرش رو به خاطر مرگ کیتی آروم کنه، اما اون بدون حرفی از اتاق میره بیرون. ریچل بیشتر اتاقو میگرده و متوجه میشه که رو همه نقاشی ها و عکس های کیتی خط خطی شدن. یه رسید عکاسی هم هست و به مغازه‌ای که رسید برای اون میره. موفق میشه یه سری عکس که کیتی و دوستاش دادن چاپ کنن رو بگیره و وقتی بهشون نگاه میکنه همه چیز عادی و رفته بودن سفر، تا وقتی که به عکس آخر میرسه و چهره همشون انگار محو شده. یکم که بیشتر تحقیق میکنه میفهمه همه کسایی که توی این عکسن دقیقاً همزمان با کیتی جونشون رو از دست دادن. همینم خلاصه خیلی کنجکاوش میکنه و تصمیم میگیره که این داستانو به اسم خودش تو روزنامه چاپ کنه بلکه معروفم بشه. تحقیقات بیشترش رو شروع میکنه و اول از همه به همون کمپی میره که کیتی و دوستاش تو اون عکس رفتن، همون کلبه که توش موندن، یعنی شماره 12 رو اجاره میکنه و میپرسه که اونا فیلمی هم اجاره کردن که ببینن یا نه. صاحب کمپ یادش نیست و کیتی با گشتن ویدیوها متوجه یه دونه میشه که هیچ اسم و جلدی نداره و حدس میزنه که اونا اینو برداشتن. برای همینم هم خودش برمیدارتش و میره به کلبه شماره 12. تصمیم میگیره شب اونجا بگذرونه. وقتی فیلمو پخش میکنه یه سری تصویر عجیب و غریب از یه حلقه، زنی در حال شونه کردن موهاش، یه نردبون و کلی چیز دیگه رو میبینه. به محض پایان ویدیو تلفنش زنگ میخوره. اونور خط صدای بچه‌ایه که میگه 7 روز مونده. بعدم قطع میکنه. ریچل که حالا واقعا ترسیده فرار میکنه و بعد برگشتن به شهر میره پیش مردی به نام نوواه که دوست پسر سابقش هم هست. ایدن هم بچه هر دوشونه. بعد توضیح قضیه به نوواه میگه ازم یه عکس بگیر و تو همه عکسایی که ازش میگیره صورتش انگار محو شده. نوواه اصرار میکنه و در آخر ریچل برای اطمینان از ویدیوی خودش کپی میگیره و نسخه کپی فیلمو براش میذاره تا ببینه. بعد پایانش هم تلفن زنگ میخوره اما ریچل نمیذاره جواب بده. خلاصه که نوواه بازم باور نداره قضیه جدیه، اما ریچل کپی فیلمو بهش میده و از اونجایی که کار این مرد کلا با فیلمو دوربینه ازش میخواد که بفهمه این فیلم کجا ضبط شده و کلا کی ضبطش کرده. روز بعدی هم نوواه برمیگرده و بهش میگه این فیلم خیلی عجیب بود، هیچ اطلاعاتی روش نیست و اصلا انگار روش چیزی ضبط نشده، هیچ عددی نمیزنه، کلا نمیشه هیچ ازش درآورد، حتی رو ویدیویی که کپی کردی هم انگار هیچی ضبط نشده. روز سوم میرسه. ریچل به تیمارستان میره که دوست کیتی رو توش نگه میدارن. ازش میپرسه چه اتفاقی برای کیتی افتاد و اونم با رفتار عجیبی میگه 4 روز دیگه خودت میفهمی.
ریچل که حالا بیشتر ترسیده سعی میکنه بیشتر فیلمو بررسی کنه و متوجه قسمتی از فیلم میشه که تصویرش کش اومده. یکم ادیتش میکنه و طرف دیگه‌اش یه فانوس دریایی میبینه. یه مگس هم توی فیلمه که موقع توقف ویدیو یه دفعه راه میره و ریچل دستش رو میبره جلو و مگس از دوربین میاد بیرون. همین لحظه هم بینی دختر کلی خون میاد. ریچل شروع میکنه به تحقیق در مورد اون فانوس دریایی و میفهمه که توی جزیره نزدیکه. جالبه که تو عکس کارمندای این جزیره همون زن تو ویدیویی که اسمش هم آنا مورگانه. آنا و همسرش ریچارد مسئول رسیدگی به استبل بودن و به خاطر یه بیماری نامعلوم همه اسباشون میمیرن. خود آنا هم بعد مدتی افسرده شده و جونشو گرفته، معلوم نیست چرا. وسط تحقیقاتش ریچل میفهمه که ناخودآگاه داره رو عکسای آنا کلی خط میکشه. روز پنجم نوا رفته خرید که تو دوربین متوجه صورت محو شده خودش میشه و با وحشت میدوه خونه. این در حالیه که ریچل هم موقع خوردن یه لیوان آب شروع میکنه به سرفه و از دهنش دست موی بلند در میاره. صدای از اتاق کارش میاد. وقتی میره اونجا دختری با موی بلنده که زیرش هم کلی آب ریخته و حسابی وحشت زده میشه، مخصوصا وقتی که دختر یه دفعه دستش رو میگیره در حالی که روی دست ریچل کبود میشه و دختر ناپدید. صدای دیگه میاد و این بار ترس ریچل خیلی بیشتره. پسرش ایدن جلوی تلویزیون داره همون ویدیو رو تماشا میکنه. سری دستگاه رو خاموش میکنه اما خب دیر و تلفن خونه زنگ میخوره. ریچل با تردید جواب میده و داد میزنه دست از سر پسرم بردار. اما اون ور خط فقط نوواه. بهش میگه من دیگه باور دارم و این اتفاقا برای منم داره میفته. حتی درسته کپی فیلمو بهم دادی اما انتقال تلس با اونم امکان پذیره. وقتی میفهمه پسرشون هم فیلمو دیده و معلوم نیست که تلس شده باشه یا نه، هر دو خیلی بیشتر به هم میریزن. روز ششم میرسه. ریچل پسرش رو پیش خواهرش میذاره و همراه نووا راه میافتن که قضیه رو تموم کنن. دو تایی به همون جزیره میرن و ریچل میره به همون فانوس دریایی و از نووا میخواد که بره به تیمارستان همین جزیره تا بفهمه دختر آنا مورگان که اونجا بوده کیه. اصلا چه اطلاعاتی ازش نیست. وقتی ریچل میرسه با یه پرسجوی ساده اول از همه میفهمه که آنا مورگان و همسرش ریچارد یه دختر داشتن و اصلا معلوم نیست این دختر کیه و چی شده. وقتی یه اسب میبینه با لبخند میره سمتش اما اسب با لمس ریچل وحشی میشه و برش شکستن استبل خودش رو از دره میندازه پایین. انگار اون نمیتونه تنگینی این تلسمو تحمل کنه. نووا هم میرسه تیمارستان و با دیدن امنیت زیاد یواشکی میره داخل تا پرونده ها رو بگرده. این در حالیه که ریچل میره به خونه همسر آنا یعنی ریچارد و ازش در مورد اون نوار تلس شده سوال میکنه. ریچارد رفع عصبی میشه و میگه از کجا پیداش کردید. ریچل جواب نمیده و به جاش این پرسه چه بلایی سر دخترتون اومد. ریچارد عصبی تر میشه و میگه من اصلا دختر نداشتم و ندارم و بعدم ریچل رو میندازه بیرون. نووا هم بالاخره پرونده آنا رو به دست میاره و با خوندنش میفهمه که آنا مورگان چند بار بچهش افتاده و کلا نمیتونسته بچه به دنیا بیاره. اما پرونده دختری به اسم سامارا مورگان همونجاست و حالا میفهمه که آنا یه دختر به اسم سامارا به سرپرستی گرفته چون نمیتونسته بچه دار شه. برمیگردیم پیش ریچل. به پسرش زنگ میزنه و ازش میپرسه تو یه نقاشی از خونه و فانوس دریایی که کشیده بودی یه دختر بچه بود. اون دختر بچه کجا بود؟ ایدن میگه اون دختر خودش به این خونه رو نشون داد. میگفت تو تحویله کنار اسبا زندگی میکنه و خیلی از این سر و صداشون بدش میاد. ریچل میگه یعنی هنوز هم اونجاست و ایدن میگه الان رفته یه جای خیلی تاریک. وقتی هم نووا قضیه پرونده سامارا رو براش تعریف میکنه میفهمم پزشک همین جزیره بوده که اونو به تیمارستان فرستاده و فرمشو امضا کرده. ریچل سعی میره مطب همین پزشک و ازش میپرسه که سامارا مورگان کی بود و دکتر میگه آنا و ریچارد بچه دار نمیشدن، یه مدت گم شدن و آنا با بچه‌ای برگشت که اسمش گذاشته بودن سامارا و میگه به فرزندخوندگی گرفتتش. یه مدت بعد آنا کم کم پیش من میومد و همش میترسید. میگفت سامارا به من که نزدیک میشه یه سری تصویر توی ذهنم میسازه و انگار داره با ذهنم بازی میکنه. برای همینم با تایید من سامارا به تیمارستانی فرستاده شد تا این مدت بررسی و کلا بستری شه. از اون موقع هم همه چیز به حالت عادی خودش برگشت. میریم پیش نووا. تو پرونده های سامارا یه جعبه نوار پیدا میکنه که خود نوارش گم شده و آخرین کسی هم که اونو گرفته کس نبوده جز ریچارد، یعنی پدر سامارا. سری با ریچل تماس میگیره که بهش بگه ریچارد یه چیزی داره قایم میکنه و شاید آدم خطرناکی باشه و خودش سامارا رو کشته باشه. اما ریچل جواب نمیده. دلیلش هم اینه که گوشی رو سایلنت کرده و داره یواشکی میره داخل خونه ریچارد. یه جعبه رو زمینه که داخلش حکم سرپرستی و لوازم دیگه سامارا. نواری هم اونجا وقتی پخشش میکنه صحبت یکی از دکترها با سامارا رو میبینه. انگار هر اسکنی از این دختر گرفتن شکل‌های عجیبی داخلش بوده. سامارا علنا میگه من یه وقت دوستشم مادرم صدمه بزنه بر همین با ذهنش بازی میکردم. پدرم ریچارد هم واقعا ازم متنفره و اینو میدونم. حالا ریچل مطمئن میشه که ریچارد یه بلایی سر این دختر آورده بوده و معلوم نیست چیه. ولی وقتی برمیگرده مرد پشتش وایساده و با یه ضربه تو گوششون رو میندازه زمین. ریچل با ترس راه میفته دنبال ریچارد و این پرسه چیکار کردی با سامارا؟ وقتی زنت نبود کشتیش، کجا انداختیش؟ ریچارد میگه زن من قرار نبود بچه دار بشه.
کلی سیم و دستگاه رو زمینه که به دستشویی میرسن. انتهاشون ریچارد توی وان میشینه و به ریچل میگه سامارا هیچ وقت نمیخواد تمومش کنه و یه دفعه با جریان برق جون خودش رو میگیره. ریچل خیلی شوکه و فریاد میکشه که همین لحظه هم نووا سر میرسه و اونو تو آغوش میگیره تا آروم بشه. آخرام نتونستن بفهمن چه بلایی سر سامارا اومده و ناراحتن تا اینکه ریچل یاد حرف پسرش میفته. دوتای خودشون رو به طویله میرسونن و نردبونی رو به یه اتاق کوچیک میبینن. نردبونی که تو فیلم بود. اونجا یه تخت و لوازم بچه است و مشخصه که سامارای بیچاره رو تو همچین جایی کنار اسب‌ها نگه میداشتن. گوشه ای از دیوار یه دونه نقاشیه و این نقاشی رو ریچل وقتی که تو اون کلبه شماره 12 بود عینش رو نگاه کرده بود. برای همینم هم راه میفتن سمت اون کلبه، ولی خب دور و وقتی میرسن روز هفتم هم داره تموم میشه. ریچل به نووا میگه من زمان غروب آفتاب اون فیلمو دیدم و اگه از غروب روز هفتم بگذره دیگه میمیرم. قربت مراقب پسرمون باشی چون یه روز بیشتر هم من وقت داری. نووا عصبی میشه و شروع میکنه به کوبیدن همه چیز و متوجه میشه که خونه شیب عجیب داره. با کنار زدن فرش میبینن زمین به شکل گردی پوسیده و بعد خراب کردن زمین چاه وحشتناکی که توی ویدیو بود رو پیدا میکنن. سنگ روشو کنار میزنن و میخوان برن داخلش که میبینیم تلویزیون کلبه روشن شده. پیش مورهای زمین خود به خود حرکت میکنن و یه رفه کف اتاق خراب میشه و با ضربی به ریچل اونو به داخل چاه پرت میکنن. پایین چاه همه چیز ترسناکتر و روی دیوارهاش کلی رد ناخونه و در ناخونهای دست بچه میفهمه که سامارا اینجا بوده و میخواسته بره بیرون، ولی خب نتونسته. نووا سعی میکنه پاچه ای رو بندازه تا ریچل رو بیرون بکشه که تو نبودنش سنگ روی چاه خود به خود چاهو میگیره. غروب آفتاب شده و یعنی 7 روز ریچل تمومه. توی چاه یه لحظه موه و یه لحظه سامارا از آب دست ریچل رو میگیره. همین لحظه ریچل توهمی از واقعیت اتفاقایی که افتاد رو میزنه. لحظه ای که آنا مورگان نامادری سامارا اونو با پارچه خفه میکنه و میرزه تو همین چاه، چون از این دختر متنفر شده و نمیخواست دیگه داشته باشدش. بعدم روشو میپوشونه که کسی پیداش نکنه. حلقه ای که تو همه فیلما میدیدیم همین سنگی بود که روشنایی داخل چاهو میگرفت. غافل از اینکه سامارا خفه نشده توی چاه تازه بدترین روزهای زندگیشو داره شروع میکنه. هرچی فریاد میکشه و میخواد بره بالا نمیتونه و در آخر تو همون تاریکی میمیره. از ته چاه جنازه سامارا بیرون میاد و ریچل که از عمق فاجعه اشک میریزه اونو بغل میکنه و بدن بچه به اسکلت تبدیل میشه. با کمک نووا ریچل میاد بیرون و پلیسا سعی میرسن و بالاخره جنازه سامارا پیدا میشه و انگار به آرامش میرسه. بالاخره تلس تموم شده و نووا با حال بد میپرسه یعنی یه آدم چقدر میتونه تو همچین چاهی زنده بمونه، چقدر اونا عوضی بودن. ریچل میگه 7 روز. 7 روز همونقدری که نفنش طول میکشید تا بقیه بمیرن. روز بعد میرسه و ایدن بیدار میشه، اما درش میپرسه سامارا چی شد و ریچل با لبخند میگه دیگه تو اون جای تاریک نیست. برخلاف انتظارش ایدن وحشت زده میشه و داد میزنه اونو نباید از تاریکی بیرون میآوردید، نباید نجاتش میدادید. روی دست ایدن رد چنگ سامارا و از اعماقش خون میزنه بیرون. نووا میبینه که توی خونه است و تلویزیون روشن میشه. صحنه ای از همون چاه نشون داده میشه. هرچی هم ریچل زنگ میزنه مرد نمیتونه بره طرف تلفن و از چاه توی فیلم سامارا بیرون میاد. به دوربین نزدیکتر میشه و یه دفعه از تلویزیون میاد بیرون. نووا بعد دیدن چهرهش فریاد میکشه و با نابود شدن صورت خودش میمیره. ریچل میبینه که با سرعت خودش رو به اونجا میرسونه و دیدن نووا توی اون حالت خیلی به همش میریزه. برمیگرده خونه و سعی میکنه نوارهای فیلمو بسوزونه و در حال گریه میگه چرا من نمردم وقتی که یه روز قبل نووا اون فیلمو دیدم. همین باعث میشه که بفهمه راه فرار از تلس چیه. ریچل از روی ویدیو یه کپی گرفت و اون رو به نووا داد. این کار باعث شد که تلس بر روی خودش به اون انتقال پیدا کنه. سکانس بعد ایدن رو میبینین که با کمک ریچل از روی فیلم یه کپی جدید میگیرن. اما در این پرسه کسی که اینو ببینه اون وقت چه بلایی سرش میاد؟ ریچل جواب نمیده و یه دفعه فیلم تلس شده برای این با پخش میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رینگ فیلمی بود که یادم اون اوله که اومدش من بچه بودم دیدمش و وقتی که اونو دیدم واقعا میترسیدم فیلم‌های دیگه رو تماشا کنم، چون این فیلمی که همون طرف علی تلویزیون میاد بیرون خیلی بد میره تو ما، مخصوصا آخرش که واقعا میبینیم کلا فیلم چجوری پیش میره و چجوری اون دختر از چاه میاد بیرون، خیلی دردناکه. داستانش خب کلا جوریه که شما از اول تا آخرش هی داری حدس میزنی که چه بلایی سر این سامارا اومده. اول شاید طرفدارش باشی میگی پدری یه کاری کرده، ولی بعد میفهمی که پدر کاری نکرده، پدر فقط میدونسته که اون مادر یه مشکلی داره یا روانیه یا کلا نباید بچه دار بشه، به هر دلیل دوست نداره اتفاق بیفته، ولی وقتی مادر بچه دار میشه میدونه که اتفاق بدی قراره پیش بیاد. حالا اینجا طرفدارا به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته میگن که مادر سامارا یعنی همون آنا کسی بودش که اومد این دختر رو به سرپرستی گرفت و بعد زندگیشو نابود کرد، در آخر هم حتی جونشو گرفت، یعنی کلا شخصیت بعد داستان ما آنا. ولی یه دسته دیگه میگن که نه، سامارا یه شیطانه، کلا واقعا هر حرفی که میزنه اتفاق میافتاره، برای همینم حتی وقتی جنازش پیدا میشه بازم به این کشت و کشتار ادامه میده و کلا همون شیطان و انرژی منفیه بوده. آنا هم فهمید که جلوشو بگیره که یه موقع بقیه
آسیبی نرسه. همونطوری که ریچارد هم قبل مردنش میگفت، میگه که این دختر سامارا هیچ وقت نمیخوابه، هیچ وقت ولت نمیکنه. یعنی حتی وقتی که اون دختر کردن تو چاه که دیگه این صداها تو ذهنشون نیاد، این توهما رو نبینن، بازم تموم نشده این قضیه و براشون همیشه ادامه داشته. و برای همین هم هستش که خیلی ها میگن سامارا کلا شخصیت بد است و آنا میخواسته به بقیه کمک کنه، اما خب نتونسته. رینگ دو هم هست، ولی خب یکش خیلی نمره بهتری داره، دو رو کلا خیلی ها دوست ندارنش. من به نظرم یکش خفن تره، نسخه ژاپنیش که فوق العاده است، اما خب نسخه آمریکای جلوه های ویژه خیلی بهتری داره. کلا سینمای آسیای شرقی عشقشم، من واقعا دوستش دارم. دیگه همین، یادت نره توی کلبه بشر تو فلالوس هم که سر بزنید، میگم ویدیوهای خیلی خفنی دارن، تازه داریم با هم همکاری میکنیم و واقعا خوش آمد از سبک کانالش. اینو کلا داستانهایی که میذارن هم جنایی دارن هم ماورا و طبیعی، کلا تو همه سبکی کار میکنن. دیگه همین، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت ساب یادتون نره، توی کانال زاپاس هم جوین بشید. روزتونم گلسی.